جلیات داریوش و فروهر صحبت کردم و گفتم بهشون، رفتم گزارش دادم که داستان چنین شده، خواستن که پنهان بمونه تا صبح تا یک تشییع جنازه درخوری براشون بشه همراه با بهره برداری های بگونه ای در خدمت انقلاب و مبارزه. ما با آمبولانس بردیم پیکر استاد نجات‌اللهی رو به بیمارستان امام خمینی کنونی که در آن زمان هزار تخت خواب نامیده می شد. اینی که این جنازه چگونه به اونجا رسید جز ابهامات و من فقط شنیدم، چون تا مدت ها اصلا خطرناک بود دونستنش. یکی از رویدادهایی که ضربه کاری به ساختار قدرت رژیم زد همین حادثه بود، چون تا اون روز یاد ندارم که تظاهراتی به اون گستردگی در محدوده به این وسعت بشه. چه سالون داره این مثلا من اسم بچه ها رو بیشتر از یادم رفته.